خانم حسینی یگانه، در این بیانیه از آپارتاید جنسی به شدت انتقاد شده و پیشنویس لایحه عفاف و حجاب رو مصداق این آپارتاید دونستند. به نظر میرسه که چنین تصریحی در قوانین ایران از سوی کارشناسان سازمان ملل تازگی داشته باشه. نظر شما چیه؟ من هم سلام میکنم به شما و بینندگان محترمتون. سوالی که اینجا پیش میاد این هستش که کدام یک از قوانین علیه زنان در جمهوری اسلامی آپارتاید جنسیتی و تبعیض سیستماتیک نیست؟ یعنی شما به هر کدام از قوانین نگاه بکنید، چه اون قوانینی که ریشه در فقه و اسلام داره و چه اون قوانینی که مجلس شورای اسلامی اونها رو تصدیق کرده، همه اینها آپارتاید جنسیتی هست. قانون ارث، قانون حضانت، خروج از کشور، همه اینها رو شامل میشه. و اینکه حالا الان این کارشناس ها اومدن و مسئله حجاب اجباری رو به واسطه این قانون جدید و به واسطه این لایحه مطرح میکنن، هم باید گفت اگر که فقط این رو در ایران نشانه آپارتاید جنسیتی میدونن، متاسف هستیم و اینها واقعا تمام داستان و تمام تصویر رو نمیبینن. هم از اون طرف میتونیم از این اتفاقی که افتاده استفاده بکنیم برای اینکه روی بقیه این موارد هم دست بگذاریم و بگیم که جامعه جهانی و این چنین کارشناسانی باید به تمام این مسائل نگاه کنن و به تمام این مسائل رسیدگی بکنن. به این شکل نیست که در جمهوری اسلامی الان فقط این لایحه حجاب باشه که آپارتاید جنسیتیه. هر آن چه تقریبا در خصوص زنان وجود داره میشه بهش یک چنین چیزی رو نسبت داد. توی یه جای دیگه از این بیانیه اومده که جمهوری اسلامی برای تبعیض علیه زنان از فرهنگ و اخلاق سوء استفاده میکنه. این سوء استفاده به چه شکلی؟ از ضمن اینکه هر وقت صحبت از زنان میشه، آدمهایی که طرفدار حکومت هستن بحث اخلاق رو به میان میارن. بله، ببینید، دقیقا همین نکته که شما هم بهش اشاره کردید. اسلامگراها هر جایی که میخوان یک تبعیضی برای زنان بذارن، یا اصلا بهتر بگم هر جایی که حرف از حقوق زنان میشه، یک دفعه به اخلاق رو میارن، یک دفعه این مسئله رو یک مسئله اخلاقی و فرهنگی میدونن. اگر یک مسئله اخلاقی و فرهنگی هست که برای نوع بشر اخلاقی هست، برای انسان اخلاقی هست، به این شکل نیست که اگر یک کاری رو یک مرد انجام بده اخلاقی باشه، یک زن انجام بده غیر اخلاقی باشه. منتها اسلامگراها در طول تاریخ و در تمام جهان هر جایی که پای زنها وسط میاد و دیگه نمیتونن پشت هیچ چیزی بایستن و این مرد سالاری رو پشت هیچ چیزی پنهان بکنن، میان و میرن پشت اخلاقیات بایستن و میگن این مسئله اگر زن انجام بده اخلاقی نیست یا فرهنگی نیست، در حالی که اگر چیزی ریشه در فرهنگ و اخلاق داشته باشه برمیگرده به تمام مردمی که دارن تو اون سرزمین زندگی میکنن و انتخاب نمیشه که زنان اگر یه کاری بکنن اخلاقیه و مردان اگر همون کارو بکنن اخلاقی نیست یا هست. خب تو این بیانیه که از جمهوری اسلامی اولا خواسته شده که در واقع به این آپارتاید و تبعیض پایان بدن، اما یکی از نویسندگان این بیانیه در واقع گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هست. فکر کنین چقدر چنین بیانیه هایی تاثیرگذار باشه اصلا؟ ببینید، اتفاقا مسئله اینجاست که به همون شخصی که شما اشاره کردید، چون پیش از این تجربه داره با جمهوری اسلامی، ببینید از چند تا مجمع و از چند تا جای اینطوری جمهوری اسلامی تا حالا بیانیه دریافت کرده، اخطار دریافت کرده، ولی اصلا براش اهمیتی نداره، به راحتی از این کنوانسیون ها خارج میشه، اونها رو رعایت نمی کنه، بندهاش رو، به این علت که پشتوانه نداره. و تا وقتی که پشتوانه نداشته باشه، حتی اگر هی به این بیانیه ها صادر بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بجز این هستش که حکومت جمهوری اسلامی به این بیانیه ها عادت میکنه و متوجه میشه که میتونه اینها رو پشت گوش بندازه و هیچ ضمانت اجرایی نداره، هیچ اتفاقی در سطح بین الملل براش نخواهد افتاد، بلکه این تاثیر رو جهان هم میذاره. یعنی برای جهان هم دیگه چنین بیانیه های تکراری میشه، هی هر چند وقت یک بار راجع به یکی از این اتفاقاتی که داره در جمهوری اسلامی میفته یک بیانیه ای صادر میشه بدون اینکه هیچ پشتوانه ای داشته باشه. یعنی حالا الان من میخوام بدونم بعد از این، از فردا، از پس فردا، از یک ماه دیگه بعد از این بیانیه چه اتفاقی خواهد افتاد، چه بازدارندگی برای جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی به وجود خواهد آمد که دست برداره یا اینکه فشارش رو کمتر بکنه. تا الان که تجربه نشون داده بر اساس کنوانسیون حقوق کودک یا چیزهای دیگه از این دست پشتوانه عملی نداشته. امیدوار هستیم که واقعا وقتی جوامع بین‌المللی به چنین مسائلی اشاره میکنن، نگاه میکنن و توجه میکنن، علاوه بر اینکه جامعیت اون رو در نظر میگیرن، این رو هم در نظر بگیرن که با چه پشتوانه‌ای باید اینها رو ارائه بدن
که جمهوری اسلامی به حرف اونها گوش بده یا حداقل یک ترتیب اثری بده. خانم حسینی یگانه، تو بخش از این بیانیه اشاره شده به اینکه تحمیل کردن فشار بر زنان و محدود کردن اونها باعث میشه بر خود جامعه و کودکان تاثیر بگذاره. شما به عنوان یک زنی که هم در داخل ایران زندگی کردید هم در یک کشور آزاد، این محدود کردن زنها چه تأثیری میتونه بر جامعه بذاره؟ ببینید، اینکه شما به عنوان یک فردی در یک جامعه زندگی بکنید که نسبت به جنس دیگه در اون جامعه، جنس دیگه که داره در اون جامعه زندگی میکنه، بسیار محدودتر باشید، حقوق کمتری داشته باشید، یعنی واقعا به شکل جنس دوم به شما نگاه بشه. من دوست ندارم این رو به کار ببرم، ولی یک واقعیت این هستش که وقتی شما در جمهوری اسلامی زندگی میکنید جنس دوم هستید. این چه تأثیری میتونه بر روی شما بذاره به عنوان یک آدم، به عنوان یک انسان؟ من اصلا اینجا زن و مردش نمی کنم، من میگم شما این رو برعکس در نظر بگیرید، یعنی فکر کنید که یک چنین اتفاقی برای مردها میافتاد، همون قدرشون تاثیر منفی میذاشت که برای زنها میافته. یعنی وقتی که صحبت از این میشه که روی تربیت فرزند، دقیقا هم به همین شکله. حالا البته ممکنم هست که نتیجه دیگه ای بده، آنطوری که در جریان زن زندگی آزادی ما دیدیم که دختران و پسرانی اومدن اعتراض کردن به این آپارتاید جنسیتی که در دامان مادرانی بزرگ شده بودن که با یه همچین تحمیلی به هر حال بهشون شده بودن، خودشون قربانیان این، بله بله، و در چنین تحمیلی زندگی کردن، ولی به هر حال در دامن اونها چنین فرزندانی بزرگ شدن. اما واقعیت این هستش که جداسازی و اینکه یک عده از مردم، زن یا مرد، حقوق یکسان نداشته باشن، یک سری ظلم هایی به اونها بشه و یک سری اتفاقاتی بیفته که داریم میبینیم، خب قطعا تاثیر میذاره روی روند زندگیشون، روی جامعه و در نهایت روی نسل بعدی که داره در این جامعه به دنیا میاد و بزرگ میشه.